عزیز، عرض سلام و احترام به شما داریم. معذرت می خواهیم از اینکه نسبت مشکل تکنیکی ما برنامه ما سر ساعت نشر نشد و ما فعلا مشکل تکنیکی ما رفع است، در خدمت شما قرار داریم. دوستای عزیز، برنامه امشب ما برنامه بسیار جالب و موضوعات بسیار مهم است که دو رویداد یا دو واقعی است که منوط و مربوط به افغانهای عزیز میشه. ما از جناب آقای نجیب الله احمدی خواهش میکنم که آقای شریفی امی دقایق محترم وکیل صاحب با شما وصل میشن، لطفا اسکایپ خود آماده بسازین. خب دوستای عزیز، در استودیو ما ابتدا مهمانای عزیز خود آقای حسین آقا جوادی را و آقای جاوید دوستان خوش آمدید میگم. بسیار زیاد خوش آمدین. سلامت باشین. تشکر. بیننده های عزیز، قبل از اینکه ما روی مسئله تظاهرات روز شنبه 22 و تظاهرات بسیار وسیع و گسترده شهر هامبورگ که به دفاع از پناهجویان افغان صورت گرفته بود و خوشبختانه در این مظاهره تعداد زیادی از افغان ها اشتراک ورزیده بود، بپردازیم با گزارش از جرگه افغان های شهر هامبورگ که به تاریخ 23 ماه اکتبر جلسه سالانه خود دایر کرد. ابتدا که آنطوری که شما آگاهی دارین، جرگی افغانای شهر هامبورگ در وظایف داخلیش دفاع از پناهندگان، کمک به پناهندگان، یکی از خطوط اساسی جرگی افغانای شهر هامبورگ است. خب بینیدهای عزیز، آنطور که در آغاز برنامه گفتم، به خاطر دفاع از مهاجران افغان روز شنبه تاریخ 22 ماه اکتبر تظاهرات بسیار وسیع و گسترده در شهر هامبورگ تشکیل یافت که در اوجه یک تعداد زیاد شرکت کرده بودند. به خاطر از اینکه چند و چرای مسئله را داشته باشیم، در استودیو ما داریم جناب آقای حسین آقا جوادی و از جوانان بسیار فعال در دایر نمودن و راه اندازی این مظاهره بزرگ آقای جاوید دوستانه، و همچنان ما از طریق خط اسکایپ جناب آقای نجیب الله احمدی، چهره سرشناس وکیل مسائل حقوقی را از آلمان، روی خط اسکایپ با خود داریم که با سوالاتی که از طرف شما بیننده های عزیز و از مهمانان برنامه از جناب وکیل صاحب مطرح میشن پاسخ بگوین. ما آقای احمدی را با تلویزیون پنجره اروپا خوش آمدید میگم. آقای احمدی، بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین. تشکر. ما هم سلام های خود را به نوبه خود برای شما، برای مهمانای عزیزتان، برای بینندگان برنامه شما و برای همکارایتان تقدیم میدارم. تشکر، زنده باشین. قبل از اینکه من نخستین سوال خود از شما مطرح کنم، از آقای شریفی خواهش میکنم که قسمت از ویدیو رک از تظاهرات تاریخ 22 ماه اکتبر با بیننده های عزیز یک جا ببینیم، بعد نخستین سوال خود من از شما مطرح میکنم. و ما اینجا هم ویدیو ها داریم آقای شریفی، اگر میگین از اینجا ویدیو رو پلی کنیم. بله؟ خب بسیار خب. آقای جوادی، عکسای بسیار مقبول هم داریم آقای شریفی، میتونین ما را بگیرین از جریان تظاهرات. خب آقای شریفی چی مارن؟ درسته سمی از این ویدیو شروع کنیم؟ بله؟ خب خیلی فرق نمی کنه، همی اولین ویدیو را پلی میکنیم. بفرماین آقای شریفی. دوستای محترم، دوستای عزیز و گرانقدر، ما آرام آرام حرکت میکنیم. من خواهش میکنم از همه شما عزیزان، کلتان در نظم تظاهرات سهیم هستیم. ما آرام آرام حرکت میکنیم. حرکت کنیم. جکی؟ Thank you.
جوادی، از شما آغاز میکنیم که شما و آقای جاوید دوستان اعضای استاد برگزاری تظاهرات بزرگ بودین. چی عوامل شما را واداشت که، البته میخوایم نکات را برجسته کنین، که تشویش هایی بود یا سوالاتی بود که شما این تظاهرات بزرگ با هموطنای عزیز ما راه اندازی کردین و قبل از اینکه من سوال خود از جناب آقای احمدی مطرح کنم. تشکر آقای آریان عزیز و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم پنجره اروپا از تلویزیون جهانی پیام افغان، جناب وکیل صاحب احمدی و جناب دکتر صاحب صدیقی و سایر عزیزان. بسیار سوال خوب را و بجای را شما طرح کردین آقای آریان، که امی وضعیت ناگوار موجود پناهجویان افغان در آلمان و در اروپا، بله، ما را وادار ساخت تا باید صدای خدا یا صدای از این مهاجرین به خاطر حقوق حقیقیشان به گوش مسئولین، به گوش دولت آلمان، به گوش سایر دولت‌هایی که در اروپا هستن برسانیم. این بار دوم بود که چنین یک تظاهرات وسیع و گسترده در هامبورگ برای افتیده بود و این بار طوری بود که همزمان با تظاهرات هامبورگ در سایر شهرهای آلمان مثل شتوتگارت، دوسلدورف و بعض شهرهای بسیار بزرگ سویدن و بعض کشورهای دیگه این همزمان برای افتید. نه. و هدف از این بود تا اونمو حالت موجود واقعی زندگی رقتبار پناهجویان افغان ما برای مردم، برای جامعه میزبان برسانیم، صدایشان همراهی بکنیم. به این خاطر آمدیم به سرکا، آمدیم و تشکر آقای جوادی. همین سوال بسیار مختصر از شما میخوام بشنوام آقای جاوید دوستان، که چه مسائل یا چه انگیزه های شما را واداشت که چون تظاهرات برانداخت. آقای شریفی ویدیو درست نیست، به ویدیو های اصل تظاهرات برگردین، اونجا هست ویدیو های دیگه هست. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده های تلویزیون پنجره اروپا و سلام به شما. از اونجایی که من شب و روز با پناهنده ارتباط دارم و از وضعیتشان خبر دارم و اخباری که بعد از کنفرانس بروکسل نشر شد که قرار است 80,000 تا 40,000 تا 80,000 مهاجر باید از آلمان تنها دیپورت شود،
به او خاطر ای اعلامیه که عالی وزیر امور مهاجرین میگه ما اعلامیه نشر نکردیم، بلکه یک اعلامیه نشر کردیم، تفاهم نامه نبوده یا توافق نامه نبوده. سر زندگی پناهجویان افغان تاثیراتی خیلی منفی داشته، بله. خیلی هاشون ترس دارن از دیپورت شدن و معلوماتی که در اختیار ما قرار گرفته قرار است 27 اکتبر اولین گروه 50 نفری از آلمان جبران در افغانستان اخراج شد و آمدن ما در سرکا، بله، اولا که یک حماسه بود که از هر قوم افغانستان، از هر زبان افغانستان، از هر طایفه افغانستان در تظاهرات شرکت کرده بودن که من از همه ایشان تشکر میکنم. دومی که ما باید یک ذهنیت بسازیم برای جامعه هامبورگ و برای جامعه آلمان که درست از دولت آلمان و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو 15 سال یا کمتر یا بیشتر در افغانستان بودن، ولی کمک هایی که ناکردن، کارهایی که ناکردن، هیچ تغییری در وضعیت معیشتی مردم، در وضعیت امنیتی افغانستان نامده و این مردمی که فرار کرده هیچ کدامشان از دلخوشی خانه خود، از زندگی خود علاقه دارد. تشکر آقای دوستان. خب آقای احمدی، شما اظهارات دو مهمان عزیز ما را که اینا از اعضای ستاد برگزاری تظاهرات شهر هامبورگ بود شنیدن. میخوایم از شما بشنوم که تا کجا این تشویش ها و این سوالاتی که پیش اینا و سایر مهاجران مطرح است از نظر حقوقی، از دیدگاه دولت آلمان چقدر اینا شکل واقعی دارد، تا کجا درست است و تا کجا نادرست؟ خب شایعات بسیار زیاد هستند. باید اول گفته شود که کدام مهاجرین اخراج میشن، چرا که مردم افغانای ما زیادتر در تشویش هستند، کسایی که هنوز درخواست ندادن، کسایی که درخواستشان جواب نگرفته، اینا همشان در تشویش هستند که اینا را میکشن. اینطور نیست، باید کسای اخراج میشه و ای که اخراج میشه یا نمیشه 100% هنوز معلوم نیست و ای کسایی که برآمده بودن رفته بودن تا جایی که من خبر دارم داوطلبانه رفته بودن. بله. و البته ای هم درست است که بین آلمان و دولت افغانستان تفاهم شده که مهاجرین در افغانستان پس واپس شوند و همچنان ابرای اتحادیه اروپا افغانستان پیمان بسته که مهاجرین که اینا خارج میکنن که 80,000 مهاجر افغان است، بله، گفته میشه اینا پس میگیرن و 40,000 از اینا طبق گفتار مردم از آلمان میباشن. اما کسایی که مرحله قانونی را طی نکرده باشن، یعنی فیصله نهایی محاکمه گرفته باشن که اینا به کلی رد شده باشن و دیگه هیچ چانس دیگه نداشته باشن، مثلا مریض نباشن، طفل خرد دیگه نداشته باشن، من. و چیزای پروسای دیگه قانونی را ازش استفاده نکرده باشن که اونا را امکان داره که دولت آلمان اخراج کنن. بله. و خاطر از این که در این دو مسئله سیاسی وجود داره، یکی میخواهند که افغانایی که میخواهند در آلمان بیان، بله، کسایی که در افغانستان تیاری داره اونا را بترسانن و همچنان چون سال دیگر انتخابات پارلمانی آلمان است که صدر اعظم آلمان مشخص میشه، اینا با مردم خودم نشان میتن که ما یک کار میکنیم با مقابل پناهندهایی که اینجا مستحق پناهندگی نیستن. بله. بله. درست است. دیگر تا جایی که دیده میشه بعض موارد طوری که جناب احمدی صاحب فرمودن درست است. آقای جوادی، برای برای ازی که ما بتانیم، آقای احمدی مزد میخوایم پناهنده را کمک کنیم، اینا کیسا از اینا بهتر شوه، شکل پذیرش از اینا بهتر شوه، از نظر حقوقی شما چی توصیه هایی دارین؟ خب برای جوان ها زیادتر امکانات هست که اینا اینجا آلمانی یاد بگیرن، یک شغل یاد بگیرن. امروز امکانات زیاد است برای پناهنده که در سابق نبوده حتی،
که جوانایی که اینجا میان کوشش کنن که در یک شغل که از بلدون میگن بله یک جای پیدا کنن، وقتی که یک دوره پرکتیک کنن و کار خوب کنن اینا را یک جای برای یاد گرفتن شغل یعنی از بلدون اگر بگیرن اینا بدون از اینکه یک کیس پناهندگی اینا داشته باشن اینا میتونن در آلمان زندگی کنن. بله. از فامیلا که هستن، کسایی که طفل خرد دارن و کسایی که طفلای کلان سال هم دارن که اینا مکتب اگر برن و مکتبای خود خلاص کنن. بله. و دوره پناهندگی بیاز یک چند سال طول میکشه تا محاکمه و محاکمه بازی و درخواست دوم و اینا شود، چند سال طول میکشه و این اطفال از اینا اگر مکتب خلاص کنن و 4 سال در آلمان باشن بله. اینا هم مستحق ویزه بشر دوستی میشن. فهمیدین؟ بله. و در بسیاری ایالات های آلمان، یکی از ایالات ها که نام بگیرم ایالت بایان است بله. که حتی بسیار سختگیر هم هستن، اما فامیلای افغان که اطفال خرد داشته باشن بر از اونا محاکم بایان ویزه بشر دوستانه را میدن. بله. که اگر کیس پناهندگیشان هم پناهندگی سیاسی اجتماعیشان رد شود اینا امکانات از این را دارن که ویزه بشر دوستانه را بگیرن. و فامیلایی که مریض دارن، فامیلایی که معیوب دارن، اینا همشان میتونن که ویزه بشر دوستی را داشته باشن. تشکر احمدی صاحب. بله. امکانات دیگه هم هست که بسیاری ازش استفاده نمی کنن. ما اونم براتون بگویم، کسایی که محاکمه اول ابتدایی اینا را رد میکنه، اگر امکانات محاکمه دوم هم داشته باشن یا نداشته باشن و اینا رد شوند، چون شرایط افغانستان از نظر ما و شما بسیار خراب است و اینا میفهمند لیکن از او توجه نمیکنند، در هر ایالات، در بسیاری ایالات یک پارلمنتایشان یک دانه کمیسیون داره به نام هتفل کمیسیون ماله. که کمیسیون مشکلات کسای مشکله اینا ماله. چیز میکنن، بررسی میکنن ماله. اینا میتونن در او کمیسیون بعد از اینکه تمام درخواستایشان رد میشه در او کمیسیون یک درخواست میدن که نظر به مشکلات که اینا در افغانستان دارن و مشکلاتی که در افغانستان از تمام نهادهای مستقل مشکلات در افغانستان تایید شده، نظر به او این کمیسیون این موضوع از اینا را بررسی میکنه و امکانات خوب داره که اینا در آلمان بانند. باز هم تشکر آقای احمدی. ما این صحبت با شما ادامه میتیم، ولی مهمان های برنامه و اشتراک کنندگان تظاهرات علاقمندی دارن که صحبت های از جریان تظاهرات هم به نشر برسه و بعدا از جریان از این صحبت ها هم سوالات پیدا خواهد شد. آقای جوادی، شما در نشر ویدیو ها کمک میکنین؟ درست است این ویدیو رو نشر کنیم یا از آقای دوستان همین ویدیو رو؟ بله، بعضی ویدیو ها رو با بیننده های عزیز هم یک جا میبینیم و پرسش های خودم از شما مطرح میکنیم. خب حالا که نشر شده دیگه شما خب ویدیو، پس میتونیم یک ویدیوی اصلی رو شما بگوین کدام ویدیو هست؟ پوینتر؟ بازم پوینتر؟ آه یعنی ویدیوی بلایی. خب بیاییم که ویدیوی را که ولی ویدیو ها بسیار خورد چی شده آقای شریفی؟ من رئیسی هستم، من میخواهم یک قطعنامه تقدیم کنم. سلام خدمت شما دوستان و عزیزان، من پیام دارم با آقای اشرف خانی و دکتر عبدالله. پیام من این است که از خود پرسیدی که چرا مردم از افغانستان پا به فرار گذاشتن. با کودکان هنوز مشاهده می کردیم، اتحال اختطاف سربریدنه رو مشاهده می کردیم. اگر افغانستان هم می بود، پدر و مادر و کودکان خود به این راه پرخطر دست می زدم. از کوه افتادم به دریا غرق شدم، چون اشرف خانی درد ملت را نمی دارد، چون که خانواده اشرف خانی زندگی نمی کنند که درد ملت را بدانند. پیام بر کودک افغان این از ببند و الوار که مهاجرین افغان را دیپورت نکند خواهش می کنم. با تشکر از همه شما دوستان. استاپ دی اکشی بانگ، استاپ دی اکشی بانگ، آقا مردم. خب
خب یکی از ویدیوهایی که بسیار احساسی بود نشر کردیم. آقای دوستان، شما اظهارات جناب احمدی صاحب شنیدین، اونا موارد را برشمردن که دولت آلمان هم باز داشته مشکلاتی که خود دولت آلمان داره و مشکلاتی که در کل اتحادیه اروپا داره، اونا موارد را مد نظر میگیرن، ولی بازم شما را چه موضوعات خاص بیشتر ناراحت میسازد؟ چه موارد هست که شما میتونین او را برجسته بسازین در اظهارات آقای احمدی؟ بله، در گفته های آقای احمدی درست است، ولی خواست ما و بخواست من شخصا و خواست کسایی که با من ارتباط دارن و خواست پناهجویی که دسرک آمده بودن ایز که ما میگیم ما از جنگ و از بدبختی و خانه ویرانی فرار کردیم، آمدیم در شما پناه آوردیم، درست؟ من. ما خانه خود، فرهنگ خود، هر چیزی که داشتیم به مجبوریت رها کردیم، آمدیم در شما پناه آوردیم. و ما نباید بازیچه سیاستی حزب سی دی او با احزاب دیگه در آلمان قرار بگیریم، بلکه حقی که ما داریم طبق قانون پناهندگی خود آلمان بله. و طبق قوانین بین المللی با در نظر داشت که نویسین های حقوق بشری اونمو حق ما میخواییم. ما چیز دیگه از خواست دیگه از دولت آلمان نداریم و خواهان پایان تبعیض در مقابل پناهجویان از طرف دولت آلمان، از طرف اداره مهاجرت است. تشکر. آقای احمدی، در گفتار خود آقای دوستان قبلا به ما یادآور شد که اینا از برخورد مقامات قضایی آلمان در مورد پناهجویان افغان شاکی هستند که گویا نوع برخورد جدی با پناهندگان افغان ندارند و موارد هست که آنطور که شاید و باید باشه با این پناهجویان برخورد حتی قانونی و انسانی هم نمیشه. نظر شما چی هست؟ ما امرای از اینا متاسفانه هم نظر نیستم، اینطور است که برخورد دو رقم است. ما باید دو اداره را مد نظر بگیریم، یکی اداره فدرال است برای مهاجرین و یکی محاکم آلمان است. این گفتشان درست است که اداره فدرال برخورده که با افغان ها میکنه فعلا درست نیست، اکثرت افغان ها را رد میکنن، یک بهانه پیدا میکنن رد میکنن. اما محاکم آلمان، البته اداره فدرال که هست مستقل نیست، یک اداره وزارت داخلی آلمان است و قسمی که وزیر داخلی آلمان برشان یک فرمان صادر کنه باید اینا امو از امو تایید کنند. محاکم آلمان بهتر رفتار میکنند با پناهنده و اینا کیسا را صحیح کلی و مستقل بدون از این که زیر تاثیر وزارت داخله یا زیر تاثیر حکومت باشن او را بررسی میکنن. متاسفانه اما در تمام اروپا و در محاکم آلمان در نظر از اینا اطور است که در افغانستان اینا میگن که جنگ داخلی وجود نداره. در افغانستان صرف جنگ چریکی وجود داره که اگر فرقشان ایست که جنگ داخلی که هست کسایی که در جنگ یعنی دخیل هم نیستن آسیب میبینن و جنگ چریکی که از صرف طرف آسیب میبینن، از اون خاطر اینا این پیروی میکنن از این نقاط. و دوم اینا میگن که در افغانستان نقاط امن وجود داره که این نقاط امن عبارت از کابل و مزار و هرات و بامیان و یک چند ولایت دیگه در شمال افغانستان می باشد. از او خاطر درخواست پناهندهای افغان عموما اگر اینا یک داستان مشخص شخصی مخصوص نداشته باشند، از او خاطر اینا رد می کنند. باید پناهندهای افغان که میایند خودشان یک داستان مشخص و شخصی که تایید برای خودشان از یک جناح بله. یعنی از طرف طالب یا از طرف حکومت یا از طرف کدام زورمند دیگه باشه، بعدن اونا وقتی که گپایشان هم تایید کنن قابل قبولشان باشه اینا را اینا باز قبول میکنن. یک قبولی عمومی که مثل که سوریایی ها را میکنن، چرا میگن در سوریه جنگ داخلی است بر افغان ها وجود نداره. بسیار خوب.
خب آقای جوادی، نظر شما ای است که ما سوالات یا تشویش ها یا چیزایی که در جریان تظاهرات از طرف اشتراک کنندگان تظاهرات هم به عمل آمده او را هم نشر کنیم؟ بله، قبل از اینکه ما می‌خواستیم که بفرمایید مورد بفرمایید اظهارات وکیل صاحب بگویم، اظهارات جناب وکیل صاحب بگویم. از لحاظ حقوقی ما کاملا موافق هستم که بله پروسیجری که جناب وکیل صاحب توضیح کردن همونطور است و در آلمان و چی در سایر کشورهای اروپایی قوانین همونطور اجرا میشن. منتها گپ اساسی که در اینجا وجود دارد و اونا هم یک اشاره کردن در مورد برخورد ادارات فدرال است که نسبت به پناهجویا برخورد تبعیض‌آمیز صورت میگیره. شما ببینین وزیر صاحب داخله درست است که گفتن که در افغانستان نقاط امن وجود داره و ادارات هم بنا به فرمودی از وا دیگه هر افغانی که درخواست پناهندگی میتن و میگن که شما از کجا هستین، از مزار هستین یا از کابل هستین یا از هرات هستین، بفرمایید در اونجا امن است. ما سوال میکنم که آیا امی وزیر صاحب داخله که امی حکم دادن یا امی برداشتشان است یا امی ارزیابی و تحلیل از وضع داشتن؟ متاسفانه میاله عکسش اینجا نیست، یعنی در تظاهرات بود اینمی آقای وزیر خودش در قطعه خود که از هوا و زمین و زمان امنیتش گرفته شده بود، وقتی که شام داخل قطعه خود میشدن خود و زری داشتن، یعنی هم جلیقه زری در جانشان بود و هم یک کلاه خود زد مرمی در سرشان بود. شما ببینید که واقعیت ها تا برخوردهای سیاسی ما، هدف ما در ایست که در اینجا مسائل حقوقی پناهندگان ما تحت برخوردها یا ملحوظات سیاسی قرار گرفته. یعنی شما ببینید سوالتان راجع کنین به احمدی سر بله باشن که من یک کلام آخرام خدمت بفرمان. شما بگم ما میخواییم که واقعیتای روز جامعه افغانستان در نظر گرفته شود. واقعیتای روز جامعه افغانستان، افغانستان یک کشور ناامن است، یک کشور جنگ زده است، در نقاط افغانستان انسان کشته میشه. ببینیم که چقدر مردم ملکی در اثر انتحار و انفجار و حمله های انتحاری و اینا، اینقدره که در کابل و در دمی شهرهای پرنفوس کشور کشته میشه، در شهرها اطراف صورت نمیگیره. بگذارن که وکیل صاحب چی پاسخ میتن؟ اینا آقای جوادی میگن که تمام نقاط افغانستان ناامن است و امی تفکیک یا تقسیم بندی اولایات کار درست نیست. بله، قسمی که من پیشتر اشاره کردم اینا فرق میکنن بین جنگ داخلی و جنگ چریکی، فهمیدین؟ از اون لحاظ اینا میگن در افغانستان جنگ داخلی وجود نداره و اینا همین رقم تعلیم میکنن که و این که در افغانستان چیزای حادثات میشه مثل انتحار، انفجار، اختطاف و بعض مسائل دیگه که یگان جای مخالفین دولت حمله میکنن، فساد است در افغانستان، این چیزا را این کلش اینا میفهمن، اما این که گوش خود را کر میپرتن یا در تحلیل قانونشان این چیز وجود نداره که برای کسایی که تو یک مملکت ناامن نام که دارن که بعض نقاطشان ناامن است و بعض وقت حوادث میشه که بر مردم عام در او حوادث صدمه میبینن، اینا او را در کیس پناهندگی مد نظر نمیگیرن. پناهنده کسی میشه که یا خودش شخصا کدام مشکلات شخصی ابرای یک جنایی داشته باشه، قسمی که ما پیشتر گفته بودم، یا در ملکشان جنگ داخلی باشه و اینا امکانات از این نداشته باشن که در نقاط دیگه ملک خود پناه ببرن، پناهندگی داخلی بر از اینا امکاناتش نباشه، و سیام اگر اینا یک رویه غیر انسانی از طرف دولت یا از طرف یک جنای مخالف دولت
صورت برشان بگیره و یا که حکم اعدام برشان باشه، اینا قابل پناهندگی هستند و این دیگه کساره به نظر از اینا به حیث پناهنده اینا نمیشناسن متاسفانه، اما تو سیاستشان است. تشکر. بگذاریم آقای جوادی، شما یک ویدیو هم به خاطر که به ویدیو هم برسیم در اظهارات آقای منگل ببینیم چیگه پای نوست. آقای جوادی اگر جادی شما باشه، بله یک ویدیو نشر میکنیم آقای شریفی، بعد شما هم سخن خود بگوین و آقای دوستارم. چرا دوباره چی میکنم؟ خب باشین دوباره ویدیو رو باشم. السلام علیکم وطنداران عزیز، چند کلمه را بدری میکنم و بعدا با آلمانی صحبت میکنم به خاطر اینکه اونا هم بشنوه و دوستان آلمانی ما هم بشنوه. ما بری روز در یک جلسه در کنفرانس در برلین شرکت کرده بودم که به خاطر چالش های سیاسی و امنیتی در آسیای میانه بود. ما اونجا همراه معاون وزیر داخله ملاقات کردم و پرابلم شما مهاجرین، یعنی مهاجرین افغان مطرح کردم و گفتم که پرابلم اساسی جوانان در صورت که از طرف پاکستان آیسای داعش طالبا و القاعده را روان بکنه و در داخل افغانستان در 21 ولایت جنگ بکنه، اینها بجز از اینکه از وطن فرار کنه آیا کدام چاره دیگه داره؟ اینا یا باید به صفوف اونها بپیونده که از بین بره و یایی که باید از کشور فرار بکنه که تا نجات پیدا بکنه. بنان پناهندگی حق هر انسان است، اینها حق داره با در نظر داشت قوانین و مقررات آلمان، جامعه اروپایی و جهانی اینجا اقامت داشته باشند. با اطلاع شما میرسانیم که صدای شما را، یعنی مکتوب ما یک هفته قبل به سازمان ملل متحد و همچنان به اتحادیه اروپایی از طرف جرگه افغانها که رئیس بهش قبلا در اینجا صحبت کرد استاد نعیمی و همچنان آقای جوادی که همواره همراه شما کمک میکنه هم ارسال کردیم. آن اجازه بتم که من چند کلمه را به زبان آلمانی عرض بکنم. از جرگه افغان های آمبورگ که در قسمت وظایف داخلیشان همیشه در قسمت مهاجرین خودشان و دوستای جرگه همکار هستند. خب شما اظهارات داشتین در مقابل سخنان آقای احمدی، بفرمایید آقای جوادی. من فقط میخواستم به ادامه گپای جناب احمدی صاحب بگم که فقط برآمدن یا تظاهرات ما به می خاطر است که اینی یک روحیه تبعیضی نسبت به پناهجوی افغان وجود داره و این سعیست که تمام پروسیجره که ایشان تشریح کردن توضیح کردن ما کاملا موافق هستیم و همی چیزا سر خود ما تیر شده، یعنی عین همی پروسیجره ما تای کردیم و من می فهمم که به منوال محاکم آلمان کار و اجراعات میکنن. هدف ما سر عزیز که برخورد ادارات و برخورد محاکم آلمان حقوقی نیست، سیاسی است. شما ببینین پناهجوی سوریه، پناهجوی عراق چه قسم امرایشان برخورد میشه و پناهجوی افغان چه قسم برخورد میشه امرایشان.
مشکلات دیگه که وجود داره که ما میگیم این یک مشکل سر مشکل شده، او ایست که این تفاهم نامه یا این معامله یا تعامله که بین دولت افغانستان و اتحادیه اروپا و آلمان صورت گرفته در این شرایط دشواره که افغانستان امیال شما ببینید روزانه 5,000 تا 7,000 نفر مهاجر از پاکستان و ایران عودت میکنه در افغانستان، اینا هیچ گونه نه سرپناهی دارن، نه جایی دارن، نه خوراک دارن، نه کسی از که از یا بازخواست کنه. افغانستان توانمندی عملی، توانمندی پذیرش ای عودت کننده ها را نداره و غم خوری شونه. چه رسد به ای که آل 80,000 نفر از ماوین آلمان و 25,000 از سویدن و نمیفهم از دیگه کشورهای اروپایی به این منوال ای تعداد هم برش اضافه میشه. عرض من ایست که ما تظاهرات به مفهوم عزیز که آقای آریان که اینمی ذهنیت جامعه آلمانه، ما به طرف حقایق وضعیت ناگوار و دشوار و ناامن افغانستان سوق بده. احمدی سبراجی میسازیم قبل از اینکه آقای دوستانه که چگونه امی ذهنیت در مقامات دولتی آلمان تغییر داده شوه. آقای احمدی، خب این چند قسم میشتون آدم این ذهنیت تغییر بده. قسمی که آقای صدیقی گفتن جوادی درست است، باید تظاهرات شوه، نهادهای مدنی باید بخیزن و آواز خود بر گوش شنوا برسانن. همچنان ما وکلا کوشش خود میکنیم که در محاکم در ادارات همی مسئله را پیش کنیم تا بتانیم که دولت آلمان یا محاکم آلمان که مستقل هستن امی موضوع را آخر نی آخر قبول کنن و این تظاهرات واقعا فایده داره. غیر از او نهادهای مدنی دیگه هم که در خود آلمان هست، اینا کوشش میکنن که موقف افغان ها را بهتر بسازن، که نهاد است به نام ازول کشیده باشیم که طرفدارای ازول میگن، اینا کوشش میکنن که همین مسائل را به دولت آلمان برسانن، با محاکم آلمان برسانن تا که اینا این مسائل گوش شنوا پیدا کنن. تشکر احمدی صاحب. خب آقای صدیقی هم صحیح است که این فیصله ها فیصله های سیاسی است، اما متاسفانه این سیاست در تعلیل قانون جاگزین شده. باید این از طرف نهادهای مدنی، از طرف ما و از طرف همه کسایی که مسئولیت داره این موضوع را و این ذهنیت را تغییر بدن، کوشش کنن. این سعیس ما در اینجا موافق هستم برای آقای صدیقی. تشکر. آقای جوادی. خب جوادی حضرت میخواییم. آقای دوستان، قسمی که احمدی صاحب تاکید ورزیدن که این تظاهرات خامخواه به نفع افغان ها است و فواید خود خواهد داشت و هر کس به نوبه خود کاری باید برای افغان و افغانستان انجام بده. شما از اشتراک طیف وسیع از هموطنهای ما در این تظاهرات که آمده بودند تا چه اندازه رضایت دارین؟ آیا به این پیمانه درست است یا موارد برای گفتن هم دارین؟ منیسه نسل که تازه آمدین، چشم دید شما چی هست از هموطنهایتان، از مهاجرانی که قبلا آمدند؟ ما انتظار ما شخصا همی پیمانه بود که مردم آمدن شرکت کردن در تظاهرات، ولی بعضی از هموطنهای ما که نام گرفتنش خوب نیست، جای مختلف گفته بودن، تبلیغ کرده بودن در این تظاهرات ها شرکت نکنین، در این راپیمایی های شرکت نکنین، به ضررتان تمام میشه، دیپورت میکنه شما را و چیزای زیادی. پیام من به او ایده از هموطنها، خاص از او ایده هموطنهایی که 25 سال پیش، 20 سال پیش یا 10 سال پیش یا 5 سال پیش اینجا آمده ایست، که من میگم یک پناهجو، یک افغانی که از مثلا بدخشان، بامیان یا از یک جای افغانستان آمده که سواد نداره، نظر من ایست که تمام افغانهایی که در آلمان آمدن دلیل برای ماندنشان در آلمان داره، ایر من مطمئن هستم. بله. ولی ای که چگونه بتونه محکمه را قناعت بده و ای که چگونه بتونه مثلا کیسش تنظیم کنه، معلومات ارائه کنه برای قاضی یا مو کسی که انترویو میگیره، ای یک مشکل است.
بسیار خوب. خب آقای جوادی، شما هم در این مورد گفتنی دارین از اشتراک هموطنهای ما تا چه اندازه راضی هستین از اشتراک جای داره اتحادی که از ها. تمام مردم، از تمام جوانای عزیز ما، از تمام کسایی که او روز با وجود از هوای سرد و بارانی آمدن در سرکا و حمایت کردن، از حقوق پناهجویان دفاع کردن، چی افغانای ما و تعداد کثیر از طرفدارای مهاجرین شهروندای آلمانی آمده بودند و در این تظاهرات ما سخنگوی حزب چپ آلمان آقای بینکه هم شرکت داشتن و یک سخنرانی بسیار خوب و با حمایتشان، حمایت قاطعشان از پناهجویان اعلان کردن. ما از تمام نهادهایی که هم آمدن، شخصیت‌های بزرگوار، بزرگار، سفیدا، هر جوانا، از کل اگهشان سپاسگزار هستیم که حمایت کردن حقوق پناهجویان را و امرایشان همصدا شدن و همتو او کسایی هم که میخواستن که کسی نبیاد در اینجا، به نظر من امی اشتراک وسیع و گسترده مردم در این تظاهرات یک جواب بسیار قانع کننده و مناسب برشان بود و اونا هم جواب خود گرفتن. من امیجا وظیفه دارم که من بسیار زیاد تشکری کنم از اعضای ستاد برگزاری که جاوید جان و همکارای دیگه ما، نجیب جان، نوروزی صاحب و آقای قاری احمدی، آقای رستمی و و سایر دوستا و عزیزای دیگه ما، عباس جان آقا و همه کسانی که حالا ما معذرت میخوایم که نمیتونم که کلگی نام را بگیرم، از همه از اینا سپاسگزار هستیم که واقعا شب و روز دو هفته سه هفته کار کردن، آگاهی رسانی کردن، اطلاع رسانی کردن، زحمت کشیدن و تا اینطور یک تظاهرات گسترده که واقعا بی‌نظیر بود سازماندهی کردن و این اجرا شد و ما به امی عهد و پیمان هستیم که باز هم تا که یک تغییر به سرنوشت پناهجویان مظلوم افغان وارد نشده این کار ادامه میدیم و متوقع هستیم که مردم، جوانا و بزرگا و نهادها و شخصیت‌ها ما را حمایت و پشتیبانی. بسیار خوب. واقعا وقتی که همه قسمی که شما گفتین، وقتی که در این تظاهرات ما دیدیم که از ملت‌های مختلف، از آفریقا، از سایر کشورها اونا آمدن، احساس همدردی کردن، خصوصا آلمانا و اینا، دیگه فکر میکنم جای شرم است برای یک افغان که برای زودگه سوال باقی بانه که فایده ما چی است که در این تظاهرات بیایم. فایده فکر میکنم فایده همگانی است. خب متاسفانه از این که ما امشب مشکل تکنیک داشتیم، وقت کامل برنامه در سست ما نیست و ما 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. آقای احمدی، متاسفانه ما بیشتر وقت نداریم، حدود 5 دقیقه داریم. میخوایم از شما موارد بسیار مهم، توصیه هایی که لازم است، اگرچه تکرار هم باشه، میخوایم بیشتر از شما بشنویم که در کل با همه وضعی که فعلا به وجود آمده، بازم حدود چند دقیقه که داریم از شما میخوایم بشنویم. خب باید هموطنهای ما مایوس نشن، کوشش های خود از هر طرف ما میکنیم و نهادهای مدنی هم میکنن، تمام کسایی که مسئول است بکنن و همچنان خود هموطنها کوشش کنن که در جامعه آلمان ادغام شوند، یعنی خود عیار کنن، زبان یاد بگیرن، کوشش کنن که کار کنن، کوشش کنن که طفلا مکتب برن، یک مکتب خلاص کنن به نتیجه های خوب و تا که میتونن کوشش کنن که زبان آلمانی را به درجه خوب یاد بگیرن. تمام چیزهایی است که بونس است برای پناهنده که اینا میبینن که اینا کسایی که پناهنده هستن در آلمان به درد میخورن وقتی که اینا خود در جامعه آلمان عیار کنن و از نگاه حقوقی راه های بسیار زیاد است، درخواست های بسیار زیاد، نهاد های بسیار زیاد است که آدم میتونه ازش استفاده کنه، محاکم است، وقتی که یک درخواست در نهایت رد میشه بازم امکانات درخواست دوم است و درخواست دوم بازم پروسیجر میگیره که محاکمه میره و بعد محاکمه فیصله میکنه
باز اینا هم که رد شد میتونن اینا گفتم در کمیسیون های حیط فر کمیسیون های پارلمنت های ایالات خود مراجعه کنن، اونجا هم امکاناتش هست و امیرت هم میتونن اینا وقت بسیار زیاد در آلمان تیر کنن، میتونن در این وقت اینا آلمانی یاد بگیرن، کار کنن، اولادهایشان، طفلایشان در مکتب بره و پایه قوی در آلمان داشته باشن. انشالله هیچ کس باز اینا را غرض نمیگیره. تشکر بسیار زیاد. متاسفانه ما وقت نداریم، بیشتر یک دقیقه داریم آقای جوادی. اگر یک ویدیویی را که شما گفتین از یک کسی از کشور آفریقا است، اگر شما بگین بتونین یک دقیقه کدام ویدیو هست نشر کنیم، برای کدام ویدیوی بالا هست؟ بالایی فکر کنم همین ویدیو هست؟ خب بله، ببینین آقای شریفی یک ویدیو هست، فکر میکنم که درست هست ویدیو؟ خیلی جهان سپاس. امیدوار هستیم که در برنامه های آینده شما را داشته باشیم. بازم به پرسش ها و تشویش هایی که هموطن های مهاجر ما دارن و واقعا اینجا سرنوشت هزارها هزار انسان آواره افغان که اکثرش جوان هاست، طفل هاست و خانم هاست، بتونیم دست با هم بتیم که ای برادرها و خواهرای خود کمک کنیم. از شما بسیار زیاد سپاسگزار هستم. ما همچنان از شما تشکر میکنم، از میمانای گرامی شما تشکر میکنم برای خدماتی که برای افغان ها و برای هموطن ها میکنین. برای خود تشکر از شما می باید دست با هم بدیم و انشاءالله مشکلات حل میکنیم. تشکر بسیار زیاد. از هموطن های عزیز که ویدیوهایشان ما نتونستیم نشر کنیم، از جناب آقای نیک محمد سلطانی که یک سخنرانی بسیار خوب در مورد کارهای ارزشمندی که اونا به نمایندگی از جرگه افغانهای شهر آمبورگ در قسمت آموزش و پرورش پناهجویان انجام دادن نشر نتونستیم، ویدیوشان هم معذرت خواهی میکنیم و همینطور از تمام دوستا. از شما بسیار زیاد تشکر آقای جوادی. از شما بسیار تشکر آقای دوستان.